که 4 تا است. خب این خوتنیان، این مال جواد ماسیس جون، این مال سرهنگ، این مال افشار. بچه‌ام که نمیخوره، خودم هم انگور. خب حالا شدید شدید این کتلمیان 1 2 سرهنگ هر روز میاد اینجا میخوره. این سرهنگ، افشار، جواد ماسیس جون، حالا جهنم، خودم و اینم وجهه. نه وجهه نمیخوره. خب نیست. این کتلمیان 2 تا میخوره. کتلمیان 2 تا، افشار، جواد ماسیس جون، سرهنگ، سرهنگ 2 تا، بسشونه دیگه، 2 تا سرهنگ. خب اینم زیاد. جناب تقی‌زاده، سینیورا نگفتن کی برمیگردن؟ آخه جایی نرفته، الانا دیگه باید پیداش بشه. نگران کننده است. دقیقاً کی رفت بیرون؟ یه ساعتی میشه. گفت تا قبل از شروع جلسه برمیگرده. هیچ تغییری توی لحنش حس نکردی؟ به نظرت عادی گفت. عادی گفت تا جلسه شروع میشه برمیگرده؟ آره، خیلی معمولی و عادی گفت تا جلسه شروع شه برمیگردم. عجیبه. پس چرا برنگشته؟ نگفت کجا میره؟ با کی میره؟ با چی میره؟ چرا؟ گفت میرم خرازی. فکر کنم با خانم ملکی اینا رفته باشه. خانومه؟ خانم ملکی، طبقه اولیا. قبلن با این خانم ملکی آشنا هم بودن؟ ای بابا، جناب سرهنگ، خانم ملکی همسایه طبقه پایین منظورمه. بله، الان سالاست با هم دوستن. بله آقای چیز، جناب، خانم ملکی این پایین میشینن، همکف، مستأجر ما هستن. آدمای خوبی هن، 2 تا بچه دارن، اما ساکت و خوب، به چیزی کاری ندارن، خیلی خوبن. خوبه. خوبه. پس یکم منتظر میمونیم. دوستان معتقدن که تا آمدن وجیه خانم همینطور منتظر بمونیم؟ نه، ما میتونیم شروع کنیم. اگرم لازم چیزی نوشته باشه، من خودم این کارو میکنم. بله، میتونیم شروع کنیم. اگر همکاران و دوستان محترم و معزز خودم اجازه بفرماین، این جانب قبل از شروع رسمیت جلسه عرایضی داشته باشم. بفرمایید. خواهش بکنم. خواهش.
شایان توجه است که در ایام سپری شده یا ماضی به قول اهل علم تماس های مکرر و متنوع و متعددی با این حقیر برقرار شد، چه کتبن و چه لفظن و چه به قول خودمون دوربوغن یعنی تلفنی. باور بفرمایید این حقیر وقتی که در مقابل این همه احساس زلال بیشاعبه از جانب هموطنان عزیز خودم قرار می گرفتم، بلا فاصله اشک شوق دیدگانم را فرا می گرفت و در نیمه های شب وقتی که تنها می اندیشیدم عنقریب که بگریم. خیلی معذرت بخوام جناب دکتر، موضوع چیه؟ کدوم موضوع؟ همین موضوع که شبا خیلی گریه میکردین. انقری ورش کردم. آها، حالا چرا انقری گریه میکردین؟ از شدت شعف دیگه. شما باشی نمی کنین؟ شاید. حالا میفرمودید. عرض میکردم بنده تمامی نظریات، پیشنهادات، انتقادات و ناگفته نماند تمام الفاظ رکیکی را که در طول هفته ماضی دریافت میکردم، جمع آوری، دستبندی، فیشبندی و حتی کدبندی هم می کردم تا نسبت به نظریات عامه مردم اشراف علمی آماری داشته باشم، نه همینجوری. فلذا توصیه این جانب به عزیزان و سروران گرامی خودم اینه که ما باید توجه داشته باشیم که از ما چه می خوان و چگونه و چه ها و چه ها. بله بله، در تایید فرمایشات دکتر افشار بندم فکر میکنم خوبه که ما هم به نظریات مردم توجه داشته باشیم، در واقع ببینیم اونا چی میخوان و انتظارشون از ما چیه. کاملا. چرا؟ زیرا که از ما توقع دارن دیگه، انتظار دارن. اصلا به جان عزیز شما انقدر به بنده فشار آوردن، فشار آوردن که باید یه اعلامیه‌ای، اطلاعیه‌ای، قطعنامه‌ای، چیزی صادر بکنه. این بود که بنده جسارتاً پیشنهاد میکنم که شرکت ما اندل لزوم از ابراز انزجار یا اعلام حمایت غافل نباشه که صلاح نیست. این عقیده بنده سربت. وجیه چرا نیامد؟ چی فرمودین؟ وجیه رو عرض کردم، نیامد. دیگه داره دلم کم کم شور میزنه. ای بابا دل شوره نداره عزیز من، خودت گفتی رفته خرزی خرید خرت و خورت و خنزر پنزر و این حرفا، فکر نمی‌کنم نگرانی داشته باشه. بله، ما باید به نگرانی‌های مهمتری بیاندیشیم. خرازی رفتن وجیه خانم که جای نگرانی نداره. نه خیر، این بار حق با آقای تقی‌زاده است. جدا منم دارم نگران میشم. یعنی چه؟ نگفت کدوم خرازی میره؟ دوره؟ نزدیکه؟ ببینید جناب سرنگین، بعد از این چهارراه فتایی چند تا دکمه فروشی و خرازی است، فکر کنم رفته اونجا. چی میخواست بخره این دم آخر که اینقدر براش حائز اهمیت بوده که مجبور شده جلسه رو ترک کنه؟ یه چیزایی دیگه. چه چیزایی؟ چرا روشن نمیگی؟ مشکوک حرف میزنی؟ نه من مشکوک حرف نمیزنم. چرا؟ کاملا مثل مزنونا حرف میزنی، رنگت هم پریده.
سعی نکن تفره بری آقای تقی‌زاده. با آدم های تازه کار طرف نیستی یا؟ جناب سرهنگ ببخشید، انگار سوء تفاهم شده قربان. این سؤال چیه که از این دوست عزیز ما و همکار گرامی ما میشه قربان؟ جناب دکتر، بعضی ها فکر میکنن با یه آدم تازه کار طرفن. باور بفرمایید اگر به خاطر جنابالی و جناب دکتر افشار نبود الان با 3 شماره ازش اعتراف میگرفتم. چه اعترافی سرهنگ عزیز؟ مگه این بند خدا چیکار کرده که حالا باید اعترافم بکنه؟ آخه عزیز من، جنابالی توجه نکردی؟ بنده از ایشون سوال میکنم وجی رفته چی بخره، اون وقت ایشون هی واسه من تفره میره. بگو دیگه عزیز من، چرا هی تفره میری؟ آره دیگه عزیز من، بگو تفره نرو، بگو رفع سوء ظن بشه. بابا رفته کش بخره. کش؟ برای زیر شلواری من. حالا خیالتون راحت شد؟ پیژامه. زیر شلواری چی عزیز من؟ رعایت اتیکت بشه خواهش میکنم. ببخشید جناب آقای دکتر جانم، این واژه پیژامه واژه مناسبی میتونه باشه برای اینکه ما پاسش بداریم؟ در واقع فارسی رو پاسش بداریم. بله اتفاقا این همون پاجامه خودمونه که در زمانهای بسیار گذشته وقتی که ما میخواستیم به هندوستان تهاجم فرهنگی بکنیم این واژه رو میفرستیم اونجا و اونجا میشه پاجامهی و بعد سفر میکنه به انگلستان و اونجا میشه پجاماز. yes. و بعد فرانسوی ها رنگ و لعاب زبون خودشون رو به این میدن و وقتی که میخوان به ما پاتک بزنن تبدیلش میکنن به پیجاما و پس میفرستن. ببینید اینه، البته بنده از اول حد زده بودم که رفته کش پیجامه بخره، ولی قاعده کار اقرار گرفتنه، چون همه دیگه میدونن اقاریر یه روزی تو دادگاه به درد میخوره. خب من ضرورتی ندیدم که بگم. ضرورت رو که شما نباید تشخیص بدی. در این جور موارد پس قاضی چه کار است؟ باشه آقایون، هر طور که شما بگید. بنده داشتم عرض میکردم که با این همه طرفداران مختلفی که ما داریم خواهش بکنم. باید یک موضع‌گیری مناسب و در شؤونات خودمون داشته باشیم. فی الواقع ارجحه که به جای کش دادن موضوع کش پیژامه جناب تقی‌زاده به مسائل مهمتری مثل پارگی لایه اوزون بپردازیم و چه بسا که اعلامیه‌ای، اطلاعیه‌ای، اعلام حمایتی صادر بکنیم که یعنی به قول معروف اعلامیه میدیم پس هستیم. در خصوص پارگی لایه اوزون؟ بله دیگه، اتفاقا موضوع روز و قابل بحثیه. بله. ضمناً پول خوبی هم توش هست. جدا؟ بله دیگه جناب دکتر، به دلار. آقا جناب دکتر، آقای دکتر، خیلی عرض میخوام، میون فرمایش تشریف بیارین. فرمودین تو پارگی چی پول هست؟ لایه اوزان. فرمایش درست. اوزون. آقا باور بکنید از وقتی که به بنده اطلاع دادن که این اوزون دچار آسیب دیدگی هایی شده چنان محتاط شدم در مصرف اسپری یا به قول پارسیگویان امروزی افشانه ها که نگید. باور بفرمایید محاله که بنده در منزل برای کشتن سوسک و اینجور چیزها افشان کنم، چون میدونم که هر فیس یعنی کلی نازو کردن لایه. خب عزیز من چرا بکنم؟ همیشه پیش خودم زمزمه میکنم که به قول شما
بازی بازی، با لایه اوزونم بازی؟ عجب، بله. پس جنابالی، این سوسک و پشه و حشرات موذی دیگر رو چگونه دفع شر می‌فرمایید؟ با دمپایی دیگه. هم مجانیه هم بی‌ضرره. یعنی به شیوه سنتی؟ یس، یس، ترادیشنال. یس، یس. آی دودور، خیلی معذرت میخوام. اگه زحمتی است تشریف بیارین. یس. بله. من بیام. یه توکه پا. بفرمایید. آی دودور، قربونتم. یه شماره هست که واسه من بگیر. بدشانسی من چیزمو نیاوردم. عینک به قول معروف. چیو میخوای؟ این توه؟ بله. این توه. اون توه؟ بله. نه میگم منظورم که اسمش چیه، شمارش چیه، ازم میدونم این توه. حامی جان همون تونه. که دیدیش. بله. خب غضنفر قطاب. قصاب. غضنفر قصاب و سلمونی و سیمان اکبر آقا ستار ابی داریو موئین عرض کنم که رامش اکبر آقا گل پایگانی رامش وفایی اندی اون پایین عزیز من آقای کتل میان آقای دودور اون پایین رو بخونین برم اون پایین این پایین چی نوشته؟ بله آقای کتل میان آقای دودور به جان عزیزت به جان شما همین جوریه آشنان آشنای شما شما لطف کنین حامی رو بگیرین بله بده من اون دوربوق همراهت بده من عزیز دلم بده من آشناشونه این سه دویشو بیایز شیر مامین دیگه بیا قربونت آقای دودور آقای دودور بده من بیا آقای دودور آقای اجازه بده قربونی دستت باریکلا چیزه همی جان علیک سلام پسر خوب ببین ننت کجاست ها خو آها آها نه حامی جان ببین منو بپا عزیز من گوش کن گوشت با من باشه حامی جان میگم این دکتر به اون یکی دکتر دوتایی چیز میکنن که یه چیزی هست من تو جلسه هم حامی دوتا دکتر اینجا این دکتر داره به اون دکتر میگه که تو که چیزم بودا اینقدر خیلی خوب یادم رفت حالا میپرسم ازشون حامی ولی میگن که یه چیزی هست که تو پارگیش پول هست چیزم هست دلار آره حواست به من باشه گفتی ننت کجا رفت؟ آها خیلی خوب ببین حامی میگم که برو این چیز خسرو آره این چی اسمش ناصر خسرو ببین که اونجا پیدا میشه آره همین الان برو اونجا دنبال اون چیزای پاره بگرد آره عزیز من اگه بود مزنشو چیز کن آره مزنشو ازشون بگی ببین واسه تو بپرسم آی دکتر خیلی معذرت میخوام فرمودین چی هست که تو پارگیش پول هست؟ کی؟ من گفتم بله شما فرمودین فرمودین که پول توش هست چیزم هست منظورتون نفهمم جناب کوتل من کی همچه حرف بی ربطی زدم؟ بی ربط چی آقای دکتر؟ شما همین الان خودتون فرمایش کردین با آقای دکتر گفتین پاره شده پول توشه شاید منظورش لایه اوزونه اوزون همین اوزون آره اوزون پاره یادت نره عزیزم همین جوری با خودت چیز کن که یادت نره آره جانم آره وقتی که شب اومدم خونه یواشکی به من چیز کن آره اوزون آره نه 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 دیگه
نه نه اوزون پاره همی بای سلام به همگی ببخشیم کلیدم اونجا گذاشتم حالتون چطوره خوش آمدید صفا آوردی بفرمین آقای دکتر خواهش میکنم بفرمین یعنی چه وجه اصلا معلوم هست تو کجایی خب من مردم از دلشوره اینقدر با این خیلی معذرت میخوام که منتظرتون گذاشتم بفرمین خواهش کنم آقای دکتر عموجان بفرمین دکتر افشار آقای کاتلمیان بفرمین اینقدر با این فروشنده جر رو بس کردم که طول کشید واقعا از همه تون معذرت میخوام سینی خانم امروز که نبودین این چایماییتون چیز بودا تعطیل جر و بست تو چه جر و بستی داری میکنی؟ برای چی؟ واسه چی باید جر و بست کنی؟ خب خیلی بی خود کرد جر و بست کرد میگفتی من میامدم ببینم حرف حسابش چیه مردک؟ آخه حرف حساب نداشت که پس چی کار داشت؟ پس چی کار داشت؟ من مردم از دلشوره فکر نمیکنی که جلسه داریم جلسه به این مهمی بعدا میگه این چرمت کشه این چرمت کشه این چهار متر همین دیگه بهتر ببینم خب این که درست ولی وجیه این که یه متر وجیه پول چند متر ازت گرفت ها وجیه پول چهار متر رو خب منم همینو گفتم دیگه ولی مگه زیر بار میره میگفت مگه این اون قدیماست که کشو نکشیده متر میکردن میفروختن کشو باید کشید تازه کشیدشم که آه خب تازه این کشیدشم که چهار متر نیست دو متر یکم بیشتر آخه اون آقاه نیست که همچین یه خورده است و گردن کلفتر بود همچین یکمی هم پرزورتر بود اون که کشید چهار متر شد خودم دیدم چهار متر؟ بله بذار چهار متر این یه متر این دو متر این سه متر تقیید داده موازه بشه برو برو خیلی خوب چهار متر اینم آیون با اجازه پنج متر پول چند متر ازت گرفته بود؟ پول چهار متر دیدی سرش گل رفت ولی این پنج متر یه متر سرش گل رفت آقایون کاسبی آقا جو آقا ما چرا غافلیم آقا چرا غافلیم اتفاقا بنده هم همینو میخواستم بگم آقا ما داریم وقت رو تلف میکنیم بلی. یا به قول فرمایش حضرت عالی غافلیم مگر نه اینکه عرصه های گسترده اقتصادی هدف غایی ماست چرا که نه بفرمید پس معطل چی هستیم پس؟ یالا دیگه بله خب بحث اقتصادیه بشه بنویسم خواهش میکنم توجه داشته باشید بفرمید کسانی که برای درآمدزا شدن این شرکت معظم بین المللی فعالیت میکنند و موافقند دست بالا کتل میان جناب سرهنگ آقای دکتر خب یک و دو و سه و چهار شش تصویب شد بدون مخالف و ممتنع خوشبختانه خیلی ببخشید بنده عرایضی داشتم بفرمایید خواهش می‌کنم پیرامون ابراز انزجار و اعلام حمایت که ظاهراً به نتیجه نرسید چطور به نتیجه نرسید قربون؟ نه این درست نیست شما خیلی زود پیشنهاد خودتون رو به رأی گذاشتید اختیار دارین پیشنهاد شما رو که مطرح کردیم قبولم کردیم تازه اگه یه پایگاه محکم اقتصادی هم داشته باشیم که خوشبختانه تصویب هم شد قطعاً ابراز انزجارامون و اعلام حمایت هامون هم بیشتر میشه بیشتر تحویل اون میگیرن
من میگم در نتیجه ما اول باید زیربنای اقتصادیمون رو سفت کنیم تا مشتای محکممون حسابی بخوره هدر نره. بله بله، شما پیشنهاد جالب توجهی فرمودین. بله خیلی ممنون. علی ای حال ملاحظه فرمودین که بنده هم موافقت خودم رو اعلام کردم. بله خیلی ممنون. بنابراین کار، کاسبی و درآمدزایی. فعالیت اقتصادی بفرمایید صحیح تره. بله ممنونم. کار یا به قول فرمایش جناب دکتر فعالیت اقتصادی مرقوم بفرمایید. فعالیت اقتصادی. بله اقتصادی. بله و حالا برنامه. خب بله بله برنامه. برنامه برنامه بله برنامه برنامه. اعضای محترم هیئت مدیره پیشنهادات خودشون در جهت خودکفایی شرکت بفرمایید. خود بسایی بفرمایید صحیح‌تر جناب دکتر. این بله. عقیده بنده است البته. سرکار سینیورا پیشنهاد دارن؟ البته. آقا ملاحظه می‌فرمایید شکوفایی بانوان رو؟ اولین پیشنهاد از جامعه محترم نسوان رسید. بفرمایید. من می‌خواستم بگم که این خانم ملکی که دو طبقه پایین میشینه شاگرد داره. آرایش تعلیم میده. خیلی هم کارش گرفته. میگه خیلی درآمد داره. ما مگر بله بله. پس شما دارین میفرمایین که به قول فرمایش خانم ملکی اون پایین سلمونی باز کرده؟ با سه چهار تا آشنان. تازه منظورم بود که آقایون نیست همه تخصص دارن. خب ما میتونیم تو خیلی از رشته ها چیز کنیم، یعنی شاگرد قبول کنیم، آموزش بدیم. منظورم همین بود. فرمایش درست. فرمایش درست. براو زنده باد. براو. سرکار سینیورا پیشنهاد تشکیل یه مؤسسه علمی فرهنگی رو پیشنهاد می‌فرماین. درسته سینیور؟ بله. شما مثل همیشه بهترین بهترین توصیف رو کردید. ممنونم. لطف دارید سینیورا. خب تو این آموزشگاه علمی آزاد یا آزاد علمی ببخشید جناب دکتر که میونه حرفتون، من فکر میکنم که با این سطح تخصص استادان محترم دوستان از بنده آموزشگاه آزاد کمه. آقا من به شما قول میدم فعلا با همین ترکیب دانشگاه آزادش هم به گرد آموزشگاه ما نرسه. گوش میکنی یا نه؟ بسیار خوب. در این مؤسسه آموزشی عالی آزاد، حتی من فکر میکنم مؤسسه آموزش بسیار عالی آزاد بهتره. به عقیده شما ذکر صفت در عنوان مؤسسه تولید اشکال نمیکنه؟ نه نه، حتی میتونیم یه صفت تفضیلی هم تی آزاد اضافه کنیم که شاید بهتر باشه و معلوم باشه این آزاد با اون آزاد فرق میکنه. پس بنابراین اینجوری میشه مؤسسه آموزش بسیار عالی آزادتر. چطوره؟ عالیه. ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. بله بله جناب آقای دکتر، به قول فرمایش اتفاقا هر چی که حال آموزشگاه بزرگتر باشه چیزتره. بله با حالتره. بله چون که شاگرد بیشتر میگیره دیگه. اصلا جناب دکتر جان، گیرم که ما این آموزشگاه عالی آزاد رو راه انداختیم. بله. بعضی از اعضای هیئت مدیره میخوان چی درس بدن؟ نه اصلا چی کار میتونن بکنن؟ حالا
اطلاق عنوان استادی همچنین به همین سادگی هم نیست. آقای دکتر عزیز من، ما که باز کردن این مؤسسه اینو هنوز تصویب نکردیم، حالا داریم بررسی میکنیم، مطالعه میکنیم، به موقعش چشم یه کرسی هم برای جناب کتلمیان پیدا میکنیم. شما نگران نباشید. مگه دیگران چی کار میکنن؟ با منظورم دانشگاه دیگه است. ولی به نظر من نون و شانس فقط تو کار تبلیغاته. نون، شانس، تبلیغات. تبلیغات چی؟ همین تبلیغات تلویزیونی دیگه. یه دوستی دارم تو کار تبلیغات تلویزیونیه. آقا اینقدر نونش درست حسابی تو روغنه که خیلی براو سینیور تقی. میدونی انگشت تو گذاشتی کجا؟ نه، به جان تو درست رو نقطه حساس. خیلی ببخشید عزم. آقا تو این جوامع بین المللی و مترقی جهان وضع اقتصادشون اینجوریه، میگن اگه یه $100 داری، $10 خرج تولید کن، $90 خرج تبلیغات کن. اینه اونجوری پیشرفت میکنن، اینه میگن نقطه حساس. در تایید فرمایشات جناب دکتر کالی در زمینه تبلیغات، دوستان هیچ توجه فرمودن که تخم قاز به این درشتی که همه خواص و امتیازات تخم مرغ به این کوچیکی رو داره، چرا شهرت و خواستار تخم مرغ رو نداره؟ ها؟ برای اینکه قاز حیوانکی برای تولید محصول مشابه خودش، یعنی تخمش، هیچ سر و صدایی راه نمیندازه، در حالی که مرغ برای تولید تخم به این کوچیکی کلی سر و صدا راه میندازه. بله، قد 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 قدا، قد 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 قدا، تبلیغ دیگه. بله بله بله، من دیدم، یادش بخیر، دیدم. به نظر من کار تبلیغات و کار هنری کردن خیلی خوبه، مخصوصا برای آدمایی مثل ما که دارای روحیه حساس و استعداد هنری هستن. اصلا چه بهتر که خودمونم توش بازی کنیم، خرجش کمتر میشه، خب استفاده بهتری هم برای شرکت میمونه. بازی کنیم؟ اتفاقا در سالهای بسیار دور بنده علاقه وافری به امور هنری داشتم و خوشبختانه در این زمینه تجربیاتی هم دارم که بلاشک مفید فایده است. حتی در دوران دبستان در امور کارگردانی شرکت کردم. عجب، این من. خب پس بنابراین ما میتونیم از پس کارهای خودمون برمیم، بنده بنویسم، شما کارگردانی کنیم. بله، یا بلکس بلاخره. بله جناب آقای دکتر، چرا ما هی به این اون چیز کنیم؟ مگر بلا نسبت ما مردیم؟ آمی مرده، منزل مرده. آقا جناب کتلمیان، جانم، یعنی شما خانوادگی اهل ذوق و هنری؟ بله، پس چی جناب آقای دکتر، اختیار دارین. همین دو ماه و نیم پیش بود که همیشان رفت یه دونه از این چیزا خرید، همین چیزا دیگه، چی بهش میگن؟ پیانو؟ نه 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 نه، ادای اونه، ماشین تحریر. نه بابا، اینی که اینجوری میتنن دیگه، که آدم خوشخوشانش میشه، که خودش خوشش میشه، منزلش هم میشه. قرنه؟ شاید، من خوب خاطرم نمیاد. بابا همه بچه ها دارن. چیه؟ ارگو میگه بابا. آهسته برادر. چی شد؟ نداشتیم. اونم داره. نداشتیم. بله، اونم داره. دنبک و چیزم توش هست. آها، میجان رفته یکی خریده، روشن میکنه، میزنه، ما بوش میدیم. جناب کوتل، شما فقط گوش میکنید؟
نه خب آقای دکتر، وقتی که یه کمی کوک هستیم یه همچین چیز میکنیم. بله خب بچه هست دیگه، میگیم دلش چیز نشه. آقای دکتر، اعضاء محترم هیئت مدیر بنده اعتراض دارم. اعتراض به چی جناب دکتر؟ به همین، به قول خود جنابالی، جناب کوتل. شما همین الان متوجه شدین و شنیدین که ایشون گفتن که آهان دوردن. بله شنیدیم. بله منم شنیدم. خب این خیلی بده دیگه. یعنی که چی؟ یعنی این به عقیده من یعنی یک سرقت مسلم فرهنگی تو روز روشن در ملأ عام. اون چه معنی داره؟ پس این حق و حقوق مالکیت فرهنگیش چی میشه؟ اونی که به قول فرهنگی ها اسمش رایته چی میشه؟ ای بابا، جناب دکتر، ما هنوز وارد کارهای هنری نشدیم، شما دعواهای فرهنگی رو انداختین؟ اولا که بنده اطلاع موثق دارم که این مالکیت فرهنگی روی هواست. اجازه بدی؟ یعنی میشه مثلا فلان فیلم رو یا فلان رمان رو یا حتی مقاله ای رو در امنیت کامل و همچین درست و حسابی کش رفت، بی آنکه آب از آب تکون بخوره، در روز روشن و در ملأ عام. حالا این یه جمله حضرت عالی که چیزی نیست. آخه قربون شما برم، رایتش چی میشه؟ این تکیه کلام اختصاصی بنده است. بسیار خوب، شما میتونید مقابله به مصر بکنید و مثلا تکیه کلام های ایشون رو وردارید. البته ایشون به هیچ وجه حق اعتراض نخواهد داشت، به هیچ وجه. البته اجازه بدین به جناب کتلمیان یه تذکر کوچیک بدین. ها. جناب کتلمیان، لطفاً نگو آهند برادر. این مال دکتره. بله. اگرم خواستی یه وقتی یه جایی بگی باید یا مأخذشو بگی اینه. یا مجوز داشته باشی. اینه. آی دکتر، یادتونه که من برای حفظ حقوق شما و رعایت رایت عرض کردم به قول شما بازی با لایه اوزونم بازی. و حتی روی لفظ به قول شما تأکید مؤکد داشتم. بله من متوجه شدم، شما دقیقاً رعایت حال منو کردید. ببین من فوری میگیرم. آقایون اجازه بدیم بریم سر اصل مطلب که زودتر به نتیجه برسیم، یعنی راجع به کار و درآمد و اینجور چیزا صحبت کنین دیگه. بنده که موافقم. من هم موافقم. خب حالا که همتون موافقین، ما داشتیم درباره کارهای تبلیغاتی و هنرپیشگی من و اینجور چیزا صحبت میکردیم. جناب تقی‌زاده، مگه شما قبلا تجربه بازیگری داشتین؟ من تجربه نداشتم، ولی علاقه که داشتم خیلی. علاقه که مهم نیست جان من، مهم استعداد و تجربه است. مگه بچه بازیه؟ یعنی شما میخواین برین هنرپیشه معروف بیارین؟ میدونین چقدر ازتون پول میگیرن؟ کی همچی حرفی رو زده؟ چه پولی؟ کدوم معروف؟ در بین ما هستن کسانی که هم تجربه کافی دارن هم فوتوژنیکن. فرمایش فرمودین چیکن؟ فوتوژنیک یعنی خوش عکس صورت. فرمایش درست. بله من چیز کنم، این حامی جان آقای دکتر از همونایی که همینان فرمودین. بله عکسش خوبه، اینقدر که بود من عکسشو خودم گرفتم. آقا توپل و سرحال که نگو. آقای دکتر من میتونم حامی رو بیارم که براتون چیز کنه؟ نه عزیز من، ما که فعلا هنوز این کار هنری تبلیغاتیمون تصویب نشده، داریم بررسی میکنیم. چشم، هر وقت که تصویب شد و شروع کردیم. حامی جان شما هم خوبه؟ قربونی در نظر خوبی هست. بله چی بود؟
حامید جان شاید از اینجاست بس. از اینجاست پیداش کردم. اوزون، اوزون پاره. بیار آقا. هنوز اینو با اینا یاد میگیریم. ببرمیم. الو ها؟ علیک سلام حامی جان. جانم پیدا کردی؟ اوزون پاره پیدا کردی؟ ها؟ مگه نگفتم برو توی خسرو به چیز ناصر خسرو؟ ها؟ الان کجا هستی؟ ها؟ ها؟ کلانتر آقای دکتر، آقای دکتر دستم به دامنتون. چیه عزیزم؟ توی ناصر خسروه. خب توی چیزه حامید رو گرفتن. کلانتری خب. چه اشکالی داره؟ عزیزم من ختم جلسه رو اعلام میکنم که آقای دکتر بریم بالاخره برسیم دیگه. من گرفتم قربون شما، قربون شما عزیزم، قربون شما، لطف شما زیاد دکتر جان، قربون شما، قربون شما، قربون شما، برش میکنم جناب آقای دکتر. شما شما من وقت دکتر گرفتم، خدا میرو گرفتن میام. الو حامی جان ببین شما همونجا باشن ها؟ الان کجا هستی تو؟ توی کلانتری؟ ببینم اوزون پاره پیدا کردی؟ من وسیله ملکی از کجا پیدا کنم؟ وسیقه میخوام. به ننت گفتی؟ خیلی خوب. الو حامی جان سلام. چیزه مامان جان اینا میدونن؟ خب بگو بگو اوزون پاره قاچاق، دعوای قاچاق دارو، اوزون برون. نه مامان اینا میدونن؟ وثیقه میخوان، وثیقه میخوان، وثیقه ملکی. من تو که میدونی من ندارم. حامی جان من همین الان میام توی ناصر خسرو، همونجا واسا کلانتری همونجاست. خیلی خوب همونجا واسا من اومدم. باش عزیز من حامی جان، بای. اینو وثیقه ملکی من که نمیدونم چجوری قرمزه میگن خاموش میکنم. من باید برم. بله با اجازه. اجازه.